چیزی میخوام ازت بپرسم، راست بگو. چی میخوای بپرسی؟ اون آقای کی بود دیروز؟ دخترمو پسرمو رو به عرش بستن، مثل مامو رو فرش بستن. تا خدا کنه زودتر با هم عروسی کنین، یه پسر کاکلزری هم براش بیارین. نه 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 نه، حرف بچه رو نزن، که از بچه آوردن اصلا خوشم نمیاد. بچه بیارم هیکلم خراب. آه بابا مامان رفتم، بای بای. بیزم بگیرم. چی؟ نفهمیدم جایزه چیه؟ آخه تو مد کرده برنده شده. دختر نیست، آتیش پاره است. خوشفال اون کسی که میگیردش. اما من دم من اعیانزاده هاست. بابا لطفا ببینید این حواله ما اینجاست. مرحمت کنید. بفرمید. بله بله درسته، همینجاست. بفرمایید، این تابلوتونه. تابلو اینه؟ بله. مرسی. اجازه بفرمایید. سلام میخوام. سلام، بسرخون خواب تشریف داشتن ها؟ نه، رفته بودم سلمونی. در خدا بیامرزت هم خیلی علاقه داشت که روزهای جمعه حتما بره سلمونی، سوار درشکه بشه، بره سر پر عقی بادور گردش. اون پدر خدا بیامرزم بود، به من چه؟ بفرمایید خانم، تابلوتون حاضره. متشکرم. این تابلو فقط برنده شماست خانم. مرسی. نیست در بکاله زن ندیگی. کاری نکردم. تاکسی تاقیم به بار بیشانس. خوش از شب من امشب، بگذار لب در لب من امشب امشب. به خدا به نگاهی دل دارم، که بیایی ببرم برود قم عالم از یادم. شبها تنها غرق رویا، همه شب به خیالت دل شادم. تو را خواهد دل من رنجم مکن، قلبم نشکن، راز دل خود گویم با تو امشب امشب. شب به خیالت دل شادم. دانی که تو را خواهد دل من رنجم نپسند، قلبم نشکن، راز دل خود گویم با تو امشب امشب. امشب با تو چه خوش است شب من امشب، بگذار لب بر لب من امشب. میخوام
هم با اون خانمی که دیروز اومده بودن تابلو فروشی زمرد جایزشون رو بگیرن کار داشتم. بفرمایید، خودم هستم. عرض کنم که دیروز تقویمتون تو مغازه جا مونده بود، میخواستم ببینم اجازه میدیم بیارم خدمتتون. نه خیر، اون چیز مهمی نیست که شما زحمت بکشین بیارین تا اینجا. خودم امروز میام یک تابلوی دیگه بخرم، تقویم من میگیرم. زمین بهتون توصیه میکنم اگه این دفعه دکترش عوض میکنه، دعوار چه گرفته بیار اتاق من. چش، حالت هیچ فرق کرد؟ عجیبه. دیوان. سلام. سلام، این وقت روز اینجا چه کار میکنی؟ بایی که اومدم برای ارباب دوا بخرم. دوا بخری؟ لابد اینجا دواخانه است و بنده خودم هیچ خبر ندارم. ببینم، اون دختره ای که دیروز اومده بود اینجا تقویمش رو جا گذاشت، امروز نیومده اینجا. آه، اینه بگو، خاطر خواه شدی، نه؟ چرا خفه خون گرفتی بابا؟ تو بعد از پدر خدا بیامرزت، جز من کسی رو نداره حرفاتو بهش بزنی، جا نه؟ من فقط اومدم اینجا تقویمش رو بهش بدم. داره میام. سلام. سلام، خوش آمدین. مثل این که شما بودید تلفن کردید. بله، میخواستم تقویمتون بهتون بدم. مرسی. راستی پاپا و مامان اون تابلو رو دیدن، از کار شما خیلی خوششون اومده، حالا اومدم ازتون یک تابلو بخرم. هیچ مانعی نداره، تقدیم میکنم. ببینم همین چطوره؟ آخه اونو میخواستم به کادو بدم خانم. مانعی نداره، اینو بده به خانم، برای کادو یا تابلو دیگه ببر. باشه، اشکالی نداره، اونم میدیم خانم. قیمتش چنده؟ نداره خانم. دیگه 60 تومانه خانم. باشه، بپیچیدش. اجازه بدید من براتون بیارم. متشکرم، همینجا سوار تاکسی میشه. اقلا تا جمع تاکسی براتون میارم. مرسی، خدا به سلامت. نامروفت مثل دیگه زود پزی. تاکسی. خب بدید به خودم. مرسی. نه اجازه بدید. آخه... شما بفرمایید بالا، من میارم. مرسی. خب با اجازتون من میرم. منزل ما همینجاست، اما اینجا دیگه نمیشه شما بیای تو. بسارت که نمی کنم، فقط میخواستم حالت دارم که بازم خدمتتون برسم. مثل اینکه این کار خیلی برای شما مشکل نیست. یه شبی اومدم به خونه، یه خبر تو به خواب خوش بودی، خواب 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 خوندم و شب در کار تو، خواب 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 خوش بودی.
دیگه تو نازه میکنی وقتی بسرد میخواد حالا دیگه تو هم دم منی میتونم پیش بیان آب و دردت میخواد روز قشنگی امروز اینطور نیست؟ ولی به قشنگی لبخند تو نیست. آشنایی با تو برای من سعادتی بود. خندیدن تو دوست دارم. در عمرم هیچ خنده تو ندید. بذار ما سکوت کنیم تا به ما بخنده. بخنده هنوز معنی بزرگی سر رامون هست. چون پیام آورم تا الان به خیلی جواب رد دارم. بله، این موضوع از اول هم میدونستم. چاره چیه؟ باید صبر کرد. بله، باید صبر کرد. ولی از دو ماه هم بیشتر؟ جناب آقای عباس قلی خان مشرف بودی، خیلی به موقع تشریف آوردی. قربونتون برم شما چقدر مهربونین. بله به جان عزیزه، وقتی تلفن کردید که از کلکته اومدید و اینجا موندگار میشید و اینقدر خوشحال شدم که حد ندارد. آقازاده من ایرج خان اونجا هست. سلام ایرج خان. شما چه جوون مؤدب و با تربیتیه. من آقای عباس قلی خان از صمیم قلب به شما تبریک عرض می‌کنم که همچین آزاده‌ای تربیت کردید. آره قربونش برم، تربیتش به خود من رفته. بچه حلال زاده است دیگه، به جایش میره. خب بفرمایید. تقاضا میکنم. جریان چیه؟ هیچی، نه ما رو عوضی گرفته. بفرمایید خانم، منتظرم. سلام عرض میکنم. سلام، بفرمایید. خواهش میکنم. آقای عباس قلی خان طرف تجارتی بنده در کلکته، آقای ایرج آزاداش با تماس دارم. خانم بنده من بفرمایید. پس بگیرم حالا چه وقت استراحته؟ نمیدونم، من حالا میرم خودم میارم. مذارت میخوام الان بعد دقیقی برم. خب آقا کلکته وزش چجوره؟ والا کلکته دیگه اون کلکته سابق نیست، خیلی سرسنگین شده. کلکته سرسنگین شده؟ منظور بابا اینه که وضع اقتصادیش خیلی خوب نیست. سرسنگین در واقع اصطلاح تجار کلکته. آه شما شهر کلکته رو؟ بله خیلی وضعش عوض شده. من این چند سالی که در کلکته بودم همچین میوه‌های پدر مادرداری نداریم. شما کلکته به دنیا آمدی؟ نه خانم، من 9 سالم بود که بابام رفت کلکته. بیه بریم دختر. چرا وایسادی؟ میگم سرم درد میکنه، نمیتونم بیام. آخه مهمونا اونجا نشستن، بعدتو نباشی. بیا بریم، شاید امروز بتونیم مقدمات عروسی رو فراهم کنیم. ببین داماد چقدر قشنگه. کلکته یادت بخیر. نه روز اول که منو چشم راجا. بیا بریم. خب بکش میخورم ببرم. ببخشید دخترم سرش خیلی درد میکرد، تا فهمید شما آمدید طوری سرش خوب شد. این حاج داره میاد. سلام. ببین چه رقص بازی در اون بیا این مجله صاحب مردت رو بگیره دیگه، رق نزن. بگی بیا خب حالا بگونم کار چیه؟ میخواستم با خسرو خان یه جا بفرستمت خواستگاری. خوبش میخواد جمع بگیره؟ آره ممتاز، چون من کار دارم خواستم شما زحمتشو بکشین. عروس خوشگله؟ بد نیست. میشه بغلش کرد؟ آره
میشه ناشش کرد؟ نه پس بریم من رفتم. آدرس دکتر مرمت نفرمدیم بیا روی این یادداشتش کردم. بسیار خوب از سایی میام. چی بود؟ از محضر من خواستم برم قباله رو امضاش کنم. میرم و زود برمیگردم. تو که میگی ساعت 4 عباس قلی‌خان میاد اینجا. من سعی میکنم سر ساعت 4 اینجا باشم. ولی اگه احیانا یه خود دیر کردم ازش پذیرایی کن تا برگردم. آخه من که تا حالا اصلا قیافش ندیدم. نمیشناسمش. رادست هم نیست ازش پذیرایی کنم. زن اینقدر بهانه نگی. من سعی میکنم سر ساعت 4 اینجا باشم. بایسته کنم درست کنم بایسته برو کنار خودم درست میکنم. دکتر کام متخصص امراض روحی؟ اینجا مطب شد. آها خوبه. حالا بریم مال اتاق انتظارم بکوب. یعنی چی؟ با این رجل کجا میره؟ حتما خواستگاره هنوز نیومده. چرا وایسادی؟ مگه منصرف شدی؟ نه 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 خونه عروس همین در اوله. بفرمایید تو. بفرمایید. من همینجا وای میسم تا برگردی. تا دیگه عباس قلی خان پاتوش کفش ما نکنه. سلام. بفرمایید. چی؟ چرا چراغ بزنی؟ چرا بانوی بایی حرکت میکنی؟ چی؟ خیالتون راحت باشه، برای همین اینجا واسدم. مرسی. معذرت میخوام جناب علی عباس قلی خان هستین؟ بله، کاری داشتی؟ مرسا خان گفتن لطفا از اون در تشریف بیارین، چون اینجا دارن بنایی میکنن که خود نمیم. مانعی نداره، از اون راه میم. لطفا آقا رو راه نمایی. چشم، بفرمید خواهش میکنم. باره که صدا در میم. اینجا دیدی تو خونه نیستی؟ نمیدونی چه علم شنگه یا این دفته بکنی؟ نمیتونم علم شنگه برای چی؟ واسه من براتون بگم آقا خواستگاره وقتی اومد تو خونه میخواست اول منو ماچ کنه. بچه یه خود خجالتی هست جا خالی دادم. بله بعد رفت سر وقت خانوم. خانومم چون شما رو داره از دم چکش فرار کرد و رفت.
اومد خواهم سر وقت بخوانم پبلگی رو ماچش کرد. آها حالا فهمیدم، بچه تازه تلافی اون روز در بیاره. منتها چون دیدی که من نیستم نقشش عوض کرد و این کلکا رو انداخت. الان میرم پدرش در. بابا کجا میری؟ میرم همون رفتاری که اون با شما کرده من رو باش میکنم. آجی بخف نه نیستم، من اومدم خواستگاری، برید از همسایتون بپرسید. ما تازه امروز اومدیم اینجا، با همسایه آشنایی نداریم. برید از مرتضی خان بپرسید. اصلا تمام این کلکاره هم اون مرتضی خان لعنتی جور کرده. من چه دیمونه ای هستم که میگم برید از اون بپرسید؟ اعصابش ضعیفه، باید تقویت بشه. چی؟ از اونا؟ به سر خودتون اگه من بذارم جلو نیا. دست به من نبرم. چی داره دیگه مرد حسابی؟ دست به من نبرم. کجا بابا؟ چی کار داری؟ شوهرت کجا رفته؟ چه میدونم، رفته خواستگاری. اما نمیدونم گیرت جونم به هر کسی نوتت ازدواج نمیکنه. رفته خواستگاری، رفته دختر مردم باشه. چی؟ شوهرم به من خیانت میکنه، بیاد خونه پدرش در میارم. ولی قبل از که تو پدرش در اینه خودم در میارم. همون رفتار که با زن بچه مردم کرده بنا با زن بچه شده. بی خود در را رو. چیه بابا دوستی شده؟ هرچه در بیارم چنگ منی. تو آمد این ایچکار باری کنا. تو دخترش؟ الو آقای دکتر، چرا مریض ما رو نپذیرفتید؟ مریض شما الان پیش من چپ دسته نشسته، دارم واسش نسخه می نویسن. چی داری میگی آقا؟ مریض ما برگشته الان هم پیش من نشسته. والا من سر در نمیارم، منشیتون یه نفر تحویل پیش خدمت من داد و رفت. حتما حقوق بازی کرده، حالا علتش چی بوده من نمیدونم. به هر حال الان با تحصیل دارم میفرستمش خدمتتون. مرسی. بسیار خوب آقا. آقا خیلی معذرت میخوام، شما را اشتباهی اینجا آوردن، میتونید تشریف ببرید؟ دستمونم کور شد. اشتباهی آوردن؟ بله اشتباهی آوردن. اگه از من میشنوید جفتتون خودتون رو به دکتر نشون بدید. کار دنیا برعکس. دیوونه با اون همه کسافت کاری دیگه چرا توست میکنی در خونه مردم؟ برای اینکه تو دیوونه ای. نه آخه تو دیوونه ای. من که کاری نکردم احمق جون، تمام آتیشا رو تو روشن کردی، پس تو دیوونه ای نه من. میگم تو دیوونه ای بگو چرا برو کنار آدمونه. کیا گیری داشتی؟ Thank you.
بیم تبلای خوب داریم بایانی داریم تبلای خوب چی داشتیم؟ چی داشتیم؟ درستش برو برو آقای که اومده با شما کار داره بیا تو سلام عرض میکنم بابا دیوونه اومد دیوونه من دیوونه نیستم برادر بابا همون بازی ها دیوونه چی بود ها یه میگم دیوونه خب همین دلیل دیوونه گیته همین میگم دیوونه من میگم دیوونه نیستم پسر میگم دیوونه نیستم من میگم تو دیوونه نیستم دیوونه نیستم آقا تو دیوونه یا دیوونه دیوونه بابا جان دیوونه خواهش میکنم تمنا میکنم آقا جون بفرمید عصبانی نشید این بچه هست به من ببخشیدش بفرمید آروم باشید من به من یه دور بچه‌م از جریان عروض شرمنده بله ولی خب تقصیرم نداشتم بله چون یکی دیگر به جای شما عوضی گرفته بودم بله فردای عروضم میخواستم بیام ازتون معذرت بخوام بله ولی پام زرد دید و یک ماه تموم پاشید اشتباه شده بله بفرمید خیلی متشکرم ولی اگه اون جریان پیش نمیمد خیلی به نفع من تموم میشم چون همون روز دخترتون برای حساب هم نامزد میکردم امروز دچار دردسر نمیشدم چه دردسری؟ هیچی این پسر خاطرخواه یه دختر بی سر بی پا شده من اصلا مایل نیستم با اون عروسی کنه مهم نیست نهار تشریف بیارید منزل ما همونجا کلک کارو میکنیم والا نهار که معذورم ولی چهار بعد از ظهر میتونم خدمت برسم اونم تنها دیگه چرا تنها؟ والا پسرم تو الان شما رو دید فرار کرد و رفت زنم هم با فکر من مخالفه یعنی میخواد همین دختره رو براش بگیره اینه که مجبورم تنها خدمت برسم هیچ اشکالی نداره چهار بعد از ظهر منتظرتون هستم تشریف بیارید اونجا چشم خدمت میرسم آره قرار ساعت چهار بیاد خونه ما من از بابا خواستگاری کنه حالا اومدم بهت بگم که هیچ کاری از من ساخته نیست چطور ساعت چهار بیاد جمعه خونه تو بایسه باش حرف بزنم من دیگه کیه ولی رد وقت منو نمیشنسیش اصلا قیافش رو ندیدم اتفاقا من ماما رو ندیدیمش خب بگه چی کار کنیم والا چی بگم چیزی به عقلم نمیرسه ای نداشت تمام آتیش ها رو من روشن کردم و حالا میفهمم که چه اشتباه بود به هر حال بنده الان در اختیار جناب عالی هستم و هر طور که میلتونه با من رفتار کن نه همینقدر که پشیمون شدی و به گناه خود اعتراف کردی کافیه من نه تنها از گناه صرف نظر میکنم بلکه تو همین دفتر خودم یه کاری هم بهت میدم این منتهای لطف جناب عالی مرسی بابا جون من گذشته ها رو فراموش میکنم به شرط اینکه تو هم فراموش کنی بله با این توضیحاتی که دادین هر دومون باید فراموش کنیم حالا دلم میخواد فردا نهار
با خانم و بچه ها تشریف بیارید خونه ما که کدورت ها همچین درست و حسابی از بین بره. بله والا من حرفی ندارم، ولی بچه ها خیلی از شما وحشت دارن. بی خودی بر من لولو خورخوره که نیستم. یک سوء تفاهمی شده بود که اونم به حمدالله به خیر گذشت. حالا استدعا میکنم به هر زبونی که میدونید راضیشون کنید که فردا با شما بیان. اشکالی نداره، فردا زور خدمت میرسیم. خیلی متشکرم. در یه چیزی میشه؟ بح، حالا خبر نداری چه مالمالاتی درست کرده. اصلا احتیاج نداره آدم بذاره تو دهنه، همینطور نگاش کنی آهاب میشه. ننه، ننه. بله، ننه اون سنگی میمنه. یه نفع گفتی مگه صدای زنگو نمیشنوی؟ برو در واقع. چرا؟ باش بلدن میشیدن ارد بدن. چرا من خودتون بلد؟ حتما مهمون آمدن. میگم حالا با اون همه افتضایی که راه انداختی چجوری میخوای تو روی زن بچه عباس خلخان نگاه کنی؟ پیش آمد بود دیگه، تقصیر من چیه؟ بفرمایید. اومدن. سلام. همون میگیره، الان میاد. خب بفرمایید که ایرج خان دیگه مدرسه نمیرن؟ چرا چرا، ایشالله اول پاییز میذارمش بره مدرسه به تحصیلش ادامه بده. ببخشید، پس اون وقت موضوع عروسی چطور میشه؟ عروسی رو به درس خوندن چی کار؟ پسر من خودم زبود. چرا خودت قاطی حرف ما میکنی؟ آرزو به دلمون موند که یه حرفی بزنیم بابا دماغ ما رو نسوزونه. نشد که نشد. معذرت میخوام. ننه چی کار میکنی؟ دارم شربت درست میکنم. واسه کی؟ واسه مهمونا. آخه عباس قلی خان و پسرش اومدن. زنش و دخترش هم الان میان. پس کنار وایسا بده خودم براشون درست کنم. خدا رو شکر که خیلی گذشت. بفرمایید، از وقتهایی که همچین دلتون حال میاد. بله بفرمایید. خیلی خوشمزه. متشکرم. دخترم با دست خودش درست کرده. خودمون این شربت بیمزه‌ایه. آره یه خورده گسه، ولی من الان خوردم خوب. خودمونیم شربت بیمزه‌ایه. آره یه خورده گسه، ولی من الان خوردم خوب. مگه نه؟ آره خیلی خوشمزه بود. شانس ماست دیگه، چه میشه کرد؟ یه مزه‌ای میده. بدتر از همه نیشم سوراخه. ننه دو تا لیوان دیگه از همین شربت بیا. نه 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 نه، همین یه گیلاس برای هر پشت ما کافیه. بله خواهش میکنم، تعارف نکنید. های بله دست شب در آخر. پس مامان اینا کشن، چرا پیداشون نیست؟ هر جا باشن الان میان. چی؟ نمیدونم. چی
گیره شان دست شب در آخر. این شربت مگه چیه که اینا ناراحتشون کرده؟ من چه میدونم، همون شربتی بود که من و تو هم الان خوردی. چیزه بفرمایی خواهش میکنم. ننه نه بله. خب تعریف میکردی شرکت باید جای خوبی باشه. حتما الان یک مارمالادی بهشون بدن که بخورن هست کنن. فلفل چرا بگیر گذر بده بخورن حالشونی جا میاره. پاپا گفت شما بیان بگو هنوز از همون نیومده. بسیار پسر پاشو بگو ممکنه ما اون اینا بیان نتونن خونه رو پیدا کنن. نه ننه نیست ننه میره آخه ننه بله برو سر خیابون وایسا آهنمایش کن اینجا. ننه مواظب باش با ماشین آلبالوی رنگ میان سر همین خیابون پیاده میشن. بفرمایید مالبالات بل کنید. بوی مخصوصی میره هرچه این مالمالت چیه؟ کی درست کرده؟ دختره درست کرده، اما نمیدونم چرا اینجوری شد. کجا در میری؟ باش بینم، خیلی دیوونه است. دیوونه؟ نگرش داری مردم. نگرش داری مردم. دیوونه خودت؟ الان حسابت رو تصدیق میکنم. الان تلفن میکنم به شوهر خاله. ده بیا. وای 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 وای. بیشی بینم. بیا. 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 وای. وای 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 وای. آی 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 آی. دیار کردی. میکشم ایت. پدر در میارم. میگم منتظرم مهمونا بیان خونه رو بهشون نشون بدن. پس امشب سینما رو افتادیم. آره دیگه برو الان مهمونا میان. برو برو تو اینجایی؟ برو گم شو ایک بری. اصلا نجون من چی میخواد؟ آخه میخوام بدونم چرا وقتی من از مطب دکتر سرک میکشتم تو خونتون دختر ارباب دو من محل سگم نمیذارش. ما به تو خیلی علاقه داره. راست میگی؟ تو بمیری مرگ خودت. منتها باباش باهات مخالف. پس برم سراغ باباش. بخ چیو قربونه برم شما بعدشون که اونجوری چیه؟ مارمالادشون هم که اینجوریه. خدا میدونه نهارشون چه جوریه. پاشو تو نکشن اون بدنیم به جای پاشو بریم. این تو چرا با من مخالفه؟ مگه من ساس دارم؟ پسر این دیگه چی میگه؟ مخالف کدومه؟ ساس چیه؟ آقایی نداشته باش الله حسابشو میرسیم. چی؟ رفتیم بردیم با سوی شد دیگه دینا؟ بابا بابا یه نداره بابا باشو بایم هم پاشو بابا لنگ منو دیدیم لنگ منو بیدیم موضوع چی بود؟ والا چی بگم؟ یه دقیقه پیش اون یارو عوضیه که اون روز اومد تو خونم و دیوونه بازی در ورده بود اومد پیش من که چرا دختر اربابت به من محل نمیذاره؟ خب تو چی گفتی؟ منم برای اینکه از شرش راحت بشه گفتم دختر اربابم به تو علاقه داره ولی باباش باهات مخالفه. خب بعد چی شد؟ هیچی تا این حرفو زدم گفتش الان میرم پدرشو در میارم. یعنی پدر دختر منو؟ نه خیر پدر خودتونو. بعدم راه افتاد و رفت. یه دقیقه دیگه دیدم داره عباس قلی خانو کتک میزنه. معلوم شد که اونو به جاشو با عوضی گرفته. واه که دیگه دست تو به تنگ بودم. تو خونه که هستی
با مهری ذلیل مرده دست به یکی میکنی اون رسوایی ها رو به بار بیاری. اینجا هم که هستی این کرک رو درست بکنی. آخه چی کارت کنم؟ چه میدونم؟ شوهرم بدین از شرم راحت چی؟ وار فریدا آقا شوهری هم بریم الان یه شوهری بهت نشون بدم که خود دست تو بگم؟ ای مامی زق نبود مامی قربان سلام عرض میکنم قربان سلام عرض کردم این دیوونه این وقت روز دست از سر کچل من بر نمیداری آخه میخواستم خدمتتون عرض کنم که در جریان دیروز خدا شاهد من کوچکترین گناهی ندارم اون شربت جزایری که به خورد ما دادی مارمالات فلفل زده رو به ناف ما بستی یکی سر کوچه گذاشتی ما رو کتک زده بازم گناهی نداری؟ شربت ننه آشپز اونجور که منم حسابی تنبیهش کردم اون یارو هم که کتکتون زده بود دیوونه از خونه دکتر همسایه‌مون فرار کرده بود. آخه شما خبر ندارید بغل منزل ما یه دیوونه خونه وا شده. به سر خودتون عین حقیقتو دکنم میگید نه نه تشریف برید منزل ما تا پیش خدمت دکتر جریان واسهتون توضیح بده. خونه شما که چه عرض کنم چون من اگه گرده بزنن محاله دیگه تو خونه شما پا بذارم. آخه میخواستم یه روز بنده و جناب عالی و بچه‌هامون دور هم باشیم یه خورده با هم صحبت بکنیم واسه همینم هم اومدم اینجا ازتون دعوت بکنم. دعوت شما باشه واسه بعد چون من تو هفته پیش یه خونه یه علاقی خریدم خیلی دلم میخواد بیاد ببینین نظر خودتون راجع به قیمتش بگید. خب انشالله که مبارکه. خیلی ممنونم از لطفتون. بنابراین خواهش میکنم که روز جمعه با خانم و دختر خانم تشریف بیارید اونجا نهار رو با هم میخوریم بعدم میریم باغ بهتون نشون میدم. بله موافقی؟ پس صبح جمعه با بچه ها خدمتون میرسیم. بسیار خوب. خداحافظ. لمجونی حالت چطوره؟ ها؟ عوضی گرفتم؟ اختیار دارین شما گوشی رو عوضی برداشتین. سمپای سلام خسرو جون حالت چطوره؟ چیکار میکردی؟ داشتم صورتها رو وارد دفتر میکردم. راستی ببینم این چهار پنج روزه که اینجا کار میکنی خسته نشدی که؟ نه خسته چرا؟ ها گفتم اگه خسته شدی فردا جمعه است با هم میریم پیکنیک. به مگه فردا اینجا تعطیله؟ تیله که هیچی بابام مهمونم داره منتها من میخوام صبح اول صبح جیم الف جی ها رو بدم دمشو با نومزدم برم گردش. خب خوش باشی. ببینم تو نومزد نداری نه قله؟ چرا دارم اما دیگه نمیخوام برم سراغش. نه میخوام برم سراغش چیه؟ همین الان برو قرار فردا چهارتایی با هم بریم و خوش باشیم. ای خود میدم یلا فردا صبح بهش تلفن میکنم. خدا سلام. سلام چی بود مهری خانم که اینقدر خوشحالی؟ اوه خسرو بود اون که چند وقت بود که از شما احوالی نمیپرسی. خوب از خر چیتون اومد پایین. میدونستم که این پرستو جلد و دوباره به لونش برمیگرده. آخی پرستو که به لونت برمیگرده برو تو لونت. خب چی میگو؟ هیچی میگفت بیا با هم بریم گردش. شما چی گفتی؟ گفتم پاپا و مامان میخوان من ببرن خونه عباس قلی خان نمیتونم باز بیام مگه یه فکری برام بکنی؟ بابا چیزی به عقلش نرسیدی که باشه واسه بعد. نه فکر کرد فکر خوبی هم کرد میگفت که خودم بزنم به مریضی اونم برام دکتر بفرسته که به هوای مریضی نری خونه عباس قلی خان. آره دیگه حالا بفرمایید صابوناتونو میل کنید که یخ کرد. نه 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 برو به پاپا و مامان بگو مهری مریضه هیچی نمیتونه بخوره. برو زود. مردم خدایا سردم آی سرم درد میکنه مردم. بفرمایید مردم من که به شما دروغ نمیگم. وای مادر جونم وای مامان جونم مامان دو قربونت بره چی شده مادر سرم درد میکنه ننه یه خورده بده بخورم. وای مردم افتر تو که تا دیشب حالت خوب بود یهو مریض شدی افتری؟ حالا خیلی خرابه چشمم سیاهی میره. خب؟ کبد ازم بنفش شده. خب؟ رنگم زرد شده. خب؟ ناخونای پام کبوده. خب؟ لپام گل انداخته. سرم درد میکنه. وای خدا مرگم بده مرضش خیلی سخته. مرض عجیبیه
چشماش که سیاهی میره. کف دستش شد. رنگش هم که زرد شده. کشنگ و عوضی شکلات گور داده باشه. آره. مرض آره. حال نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. بدتر از همه امروز خونه عباس قلی خانم دعوت داریم. حالا دعوت ولش. سرش رو بخوره. تلفن کن یه دکتری چیزی بیاد. من خودم تلفن کردم الان میاد. به کدوم دکتر تلفن کردی؟ پروفسور وارنت. پروفسور وارنت دیگه کدومه؟ ای پدر یک از همشگردی سابقمه. سلام عرض کردم. وای مردم آقای دکتر. دادم برش. مردم. سلام عرض میکنم قربان. بله؟ گفتم سلام عرض میکنم. ها شبا لرز میکنی؟ حتما ملاریا داری. خانم باید با برگ بید پشورش کنی. این اگه دکتره چرا گوش خود چه معالجه نمیکنه؟ نمیدونم. سرم درد میکنه. خب بگو ببینم دکتر گوشه تو. سرم درد میکنه. چشمام سیاهی میره. لطفان هم گل میندازه. بگه من سمعکم رو در بیارم تا بفهمم تو چی میگی. به دیگه اینقدر زیق و زیق نکن آقای دکتر داره معاینت میکنه دیگه. من نمیدونم. نه خیلی خانم جون بم آفت نداره. بگو من خانم بگین مرد تو اتاق نباشه. برو بیرون. میگن مرد نباید تو اتاق باشه. من این گوشه وایستدم به کسی کاری ندارم. برو بیرون بابا. آخه شاید این میخواد یه جوری معاینه کنه که تو اینجا نباشی. این گنده بک اینجا باشه اما من که باباشم نباشم. آخه دکتر محرمه. بسیار خب من رومه این ور میکنم. خب بابام خجالت میکشم. دختره باباش خندهور خجالت میکشم. یعنی چه؟ بابام من این باتری رو چی کارش کردم؟ آقای پروفسور باتری تو دست خودتونه ایناش. راستم میگه حواس منو. خب پیری با هزار در نبیدم من. خودم مردم. نمیدونی که بابام چمه. نه رو که نمیدونم. خب بگو ببینم دختر جو حالت شده. سرم درد میکنه. چشمم سیاهی میره. نقم هم گل میدار. چه جور گلی انداخته؟ گل من عباسی. بچه تو که الان من هم گفتی گل من عباسی. آخو من عباسی راستی یادم میاد. آن دکتر بگو ببینم چه خوب میشم. آی خدا مردم. ببین نفسم چه تون میزنه. وای مردم. این باید تنه باشه و استراحت کنه. آره بله. فقط این مدمزل میتونه پیشش باشه. آره راست میگه. شما همه باید بیرون. باید بیرون اینجا. هرگم بده بچه های مریض باشه ما بریم مهمونی؟ نه نداره ماما اینجور راست میگه. بارم یه زن به همه جوش حضر کنیم. زنه جون برو مطوری آب جوش بردار بیار. حفلک تمام نبزش میزنه. سنم لرزه کنه. رسی یادم رفته بود. دو تا حوله تمیزم بیاری. نه نه دو تا دستمال تمیزم رده بیار. آقای پروفسور بالاخره کسالتش چیه؟ بله؟ عرض کردم کسالتش چیه؟ باید تنها باشه و استراحت کنه. برای این استراحت از هر چیز دیگه واجب تره. باید تلاش بذاریم که استراحت کنیم. افتک تمام بدن شما نبز. این آب جوش اینم حوله. بله 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 مردم سرم. بابا من تنها بذاریم اخی مردم. بله شدش به من. خدا داره میترکه سرم. نمیدونی داره میترکه سرم. مردم بریم بگم 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 بده میدونم بالاخره با این چیزا خوب نمیشه. باید من تنها بذاریم. وای 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 سوختم سوختم. آقای پروفسور چی کار؟ آقای پروفسور ریش تو نفته؟ نگیرش بگم ببینم میریش هم میافته. او چی؟ نفهمیدم این چیه؟ این ریشه. ریشه؟ بله. لابد اینم سیبیله. بله اینم سیبیله. حالا یه پدری از اون ریش سیبیله داره. نه 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 نه
خدا عجب گرفتاری شدی. آخه من سرم درد میکنه. بعد جنس متقلب، تو مریضی یا این کلک ها رو سوار کردی خونه عباس قلی خان؟ نه مریضم. یالا بالا جراب بیار بری. نه من صاف و سادرم، بگو که چقدر هرس و جوش خوردم. من احمق، بگو چقدر به این پروفسور قلابی احترام گذاشتم. یالا بالا چه بری؟ اصلا من نمیام. نمیام؟ نه به درک، به درک، به درک. ما هم الان میریم اونجا با عباس قلی خان و زنش صحبت بکنیم. از طرف تو هم خودم بله میدم. ما میجون بریم. بریم. چشمت خوش. به 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 خیلی خوبه. نه واقعا که با قشنگه، سلیقتونو پسندیدم. نظر لطفتونه. حالا اگه مایل باشید میتونید قسمت‌های دیگه با هم تماشا کنیم. بله اونجا هرم ماشاءالله باقه قشنگیه. پس بی زحمت بفرمایید. 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 خواهش می‌کنم. چیدن عالیه. خیلی قشنگه. رفاره ها رو ببینید. مراجعه ها رو. فرمان ها خیلی قشنگ که ما قریبی. درست کردن. خیلی عالیه. زحمت کشیدن. خیلی بسیاری کلا های عباس. جدن انقدر مریض بود که حتی با اوتوموبیل هم نمیتونست بیار. آره بسن میلا با اون همه علاقه که به آزاده شما داشت حتما میومد. دختر رو من ندیده. مانعه داره وصفش که شنیده. عباس قلی خان این دختر مسئول من اصلا پسر شما خواب و حالم نداره. نهار که نمیخوره. شام هم اصلا نمیخوره. صبحانه رو که اصلا صحبتش نکنی. ناشتایی هم نمیخوره. زن ناشتایی که من گفتم تو یه چیز دیگه بگو. خیلی خوب. پس چی میخوره؟ خلاصه به مرگ شما این دختر چنون شیفته آزاده شما شده که نزدیک بادمجون و کدو و هندوانه. ولی مثل که آدم کاری کردی. تو لعنت این پسر باز جان میگیره. خب آقا جون صبر کن ببین چی میگم آخه. چی بود؟ پدرته. مرتضی خان پدرش منم. حواست کجا؟ اینو میدونم قربو، یه دقیقه صبر کن ببین آخه چی میگم. یعنی من دیوونم؟ اگه راستش رو بخوای جفتمون دیوونه ایم. برای اینکه نخواستی مطابق میل شما رفت. یعنی میدونم قربو رو برم دیوونه ای باش قبول دارم، ولی من چی کار کنم که به من نگه این خیلی آسونه. دست دخترتو میگیری میذاری تو دست خسرو خان. برای اینکه خیالت از ناحیه منم راحت بشه، منم دست پسرم میگیرم. دختر بیا اینجا ببینم. آها تموم شد. آخه وصلت ما با این پسر ناجوره. اونم من درستش میکنم. اینی که میبینی حالا تو تجارت خونه من کار میکنه، حکم پسر منو داره. حالا اگه باز دل خوری بر بزن. تموم شد. تو رو به خدا ببین برای اینکه این دو نفر به هم برسن چه چچلک بازی سر مادر آوردن. خب دیگه دخترها امروز اینطور دوست دارن. خب راست میگه، من تو هم وقتی جوون بودیم از این دستی گلا به آب میدادی. خب عباس قلی خان دیگه چی میشه کرد؟ دیگه ببینم بیش به دختر ببندیشه تو. خب دیگه حالا دیوونه نیستم؟ از اولش هم نبودی، لا رو عوضی رفته بودی. ای شیطونم. ای نابلا. خب انشالله که به پای هم دیگه مبارک 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 انشالله. خب شد بابا مبارک بشه انشالله. مبارک عباس قلی خان تابلوهای سفارشیتون رو آورد. تابلوها رو آوردی؟ بله. من خیلی وقت مورد بوده. چی شد؟ اما اگه من بیرم تو هم هستی؟ آقا جان آقا جان دیگه هره بره نمی کن. من دیگه بودم بیاد اینجا.